با شما صحبت خواهیم داشت و حتما حتما پیگیری بکنید که این قسمت ها رو از دست ندید. اما چون موضوع الانمون خوابه، من زیاد دیگه تو دل انگیزه و هدف و اینجور مسائل نمیرم، اونو به جاش با شما صحبت خواهم کرد. اما نداشتن هدف یکی از عواملیه که شما پرخوابی، نمیدونی داری چی کار میکنی. در بحث برنامه ریزی هم گفتیم مهمترین عامل در برنامه ریزی بحث هدف گذاریه. آدمهایی در زندگی موفق میشن که هدف خاصی دارن، یک مقصد نهایی رو برای خودشون مشخص کردن. انسان بدون هدف قطعا به جایی نمیرسه. مثل اینکه شما میره بغل خیابون وای میسی، به تاکسی میگی وایسه، تاکسی میگی کجا، به تاکسی به شما میگی کجا میری، میگی حالا بریم، میگی آقا کجا بریم، مقصد کجا، میگی حالا بریم یه دور بزنیم. خب همین دور زدنه، یه دور خود چرخیدنه، به مقصد نهایی قطعا نمیرسی. چون ذهنت هدف نداره میره به سمت پرخوابی. چرا؟ چون میگه خب الان که کاری ندارم، که هدفی هم که ندارم، آینده ایرم که نمیبینم برای خودم، اصلا قرار نیست به جایی برسم، حالا که شدم که چی، این همه رفتن که چی، شروع میکنه به بی‌هدفی و ذهن تصمیم میگیره که خواب رو انتخاب بکنه به جای درس خوندن و غیر. سومین عامل پرخوابی، دغدغه‌های بیشمار ذهنی. بچه‌های عزیز، شما در سال‌های تحصیلی خودتون فقط یک دغدغه و یک هدف دارید، رسیدن به موفقیت تحصیلی. هیچ دغدغه دیگری نباید وارد ذهن شما شود. دغدغه‌های خانوادگی، دغدغه‌های اقتصادی، دغدغه‌های اجتماعی، دغدغه‌های دوست و رفیق، دغدغه‌های نمی‌دونم خاله و عمه و دایی، اینا همه باید بره کنار. آقا من 5 سال دیگه چیجی؟ آقا اینا رو بذار کنار، تو اول اون هدفی که برای خودت مشخص کردی رو واسه خودت بکن، بعد برو سراغ دغدغه. وقتی ذهنت بیش از یه حدی دغدغه داره، بعد بیش از یه حدی هی به چیزهای مختلف فکر میکنه، اینقدر فشار روش میاد که دو حالت داره: یا باید بریزه به روی جسم شما که جسم تو خسته میشه، خستگی باعث خواب میشه، یا اگر این کارو نکنه تبدیل به سکته میشه. از نظر علمی کسایی که میرن سکته میکنن، سکته مغزی میکنن، چه اتفاقی میفته؟ از دغدغه های بیشمار ذهنی که بوده، بعد ذهنی لحظه نتونسته پمپاژ بکنه، نتونسته از حالت فکری و ذهنی به حالت خستگی جسمی در بیاره، متاسفانه منجر به سکته میشه. پس شما اگر میخوای از پرخوابی پرهیز بکنی، باید دغدغه ها تو به شدت کاهش بدی. یک دغدغه داری، دغدغه تحصیلی، موفق شدن در حوزه کنکور و بحث حالا نمرات و سالهای دهم یازدهم یا هر چیزی که هستی. در هر بازه ای از زمان شما یک دغدغه، دو دغدغه باید داشته باشی. بیشمار دغدغه داشتن باعث پرخوابی یا خدای نکرده مریضی های خاص میشه. چهارمین عامل، نداشتن برنامه. یکی از مهمترین عواملی که بچه‌ها رو به سمت خواب میکشونه نداشتن برنامه است. تو هر مقطعی از زندگی ها، حالا ما چون داریم در مقطع تحصیلی صحبت میکنیم، شما اگر برنامه درسی نداشته باشی، طبق یک برنامه پیش نری، حالا اون برنامه میتونه برنامه آزمون باشه، میتونه برنامه مشاورت باشه، میتونه برنامه باشه که خودت ریختی و ما اینو به شما آموزش دادیم که چجوری برای خودت برنامه ریزی بکنی، اصلا اون قوانینشو به شما گفتیم. اگر برنامه برای خودت نداشته باشی، مطمئن باش به سمت خواب میری، چون الان نمیدونی باید چیکار بکنی. خب انسانم که میره به سمت لذت ها، میره به سمت خواب. انسان ذاتاً راحت طلبه، خواب رو انتخاب میکنه یا سختی خواب. ولی وقتی برنامه باشه، میدونی که باید پاسخ خوب باشی، چه به خودت، چه به مشاوره، چه به آزمون، چه به خانواده، میری به سمت برنامه و دوچاره خواب آلودگی و پرخوابی نمیشی. پس برنامه داشتن یکی از عوامل مهمیه که شما رو میتونه از خواب به دور بکنه. و نکته پنجم، عوامل، یعنی یکی از عواملی که هست، ضعف پایه درسیه. متاسفانه دانش آموزها از سالهای قبلی پایه‌های ضعیف درسی رو به سال بعدی آوردن
وقتی که معلم یک در Anh nhớ nhà anh này.